به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون جهانی آریانا نیوز. با برنامه ورزش این لحظه در خدمت شما ایزان هستیم، امید که تا پایان ما را همراهی کنید. ابتدا دو خبر ورزشی. از مدال‌آوران رقابت‌های تکواندوی آزاد تاجیکستان تقدیر به عمل آمد. صبح امروز فدراسیون تکواندوی افغانستان از 19 مدال‌آور رقابت‌های آزاد تکواندوی تاجیکستان در مقر این فدراسیون تقدیر کرد. افغانستان در این رقابت‌ها با دو تیم ملی و باشگاه حیدری در این رقابت‌ها اشتراک کرده بود که در پایان عنوان قهرمانی را از آن خود ساخت. تیم ملی تکواندو و باشگاه حیدری در 24مین دوره مسابقات تکواندوی آزاد تاجیکستان مجموعاً با کسب 29 مدال طلا، نقره و برنز عنوان قهرمانی کشوری رقابت‌ها را میان تیم‌های ایران، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به دست آورد. یک خبر هم از کرکت. اولین مساف تیم‌های کرکت انکشافی افغانستان و نماینده پاکستان امروز آغاز شد. تیم‌های کرکت انکشافی افغانستان و باشگاه حبیب بانک از پاکستان اولین مساف 4 روزه خود را امروز با حضور علاقمندان این رشته در ورزشگاه اختصاصی کرکت بورد افغانستان آغاز کردند. پس از این مسابقه 4 روزه دو تیم یک بازی 4 روزه و 4 بازی 1 روزه را برگزار خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان هدف از برگزاری این رقابت دوستانه را نشان دادن ظرفیت بالای کرکت افغانستان عنوان کرده است. و اما موضوع ورزشی امروز ما اختصاص داره به وضعیت ورزش مهاجرین افغان در ایران که جمعیت انبوی از مهاجرین افغان در کشور ایران زندگی میکنن و وضعیت ورزش مهاجرین را میخواییم در کشور ایران مورد بررسی قرار بدهیم با حضور مهمان ما آقای ولی محمد هاشمی، نماینده رسمی ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران که بر صورت صحبت های زیاده را دارن در خصوص فعالیت هایی که در یک سال گذشته انجام دادن. آقای هاشمی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. از اینجا شروع میکنیم که هدفتان از سفر به افغانستان چی بوده؟ فقط گزارشتهی بوده یعنی دستاوردهای بوده که آمدین؟ تشکر. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز و سلام خاص و ویژه دارم به مهاجرین افغانستان مقیم ایران و به خصوص جامعه بزرگ ورزش مهاجرین و همکاران ما در کمیته هماهنگی و ساماندهی ورزش مهاجرین. امیدوارم که همشان خوب و صحتمند باشند. هدف ما از سفر به کشور این بوده که راجع به فعالیت های 8 ماهه کمیته هماهنگی و ساماندهی ورزش مهاجرین که تنها نهاد رسمی و پذیرفته شده از مجاری دیپلماتیک دو تا کشور هست به مقامات مسئول ورزش کشور و رسانه ها بود که خوشبختانه تشکر میکنم از مسئولین شبکه رادیو تلویزیون آریانا که امروز فرصت به ما دادن که بتونیم از افتخارات جامعه بزرگ ورزش مهاجرین اطلاع رسانی کنیم و مشکلات و برنامه آینده. ما سوال از اینجا شروع میکنیم که بر صورت ورزش مهاجرین افغان در ایران در طول سالهای گذشته و کلا در طول 3 دهه اخیری که بر صورت جنگ ها در افغانستان موجود بوده و مهاجرین اونجا زیاد بودن، ورزش بسیار پرتکاپوی بوده و فعالیت بسیار زیاد داشتن. همیشه دیده میشد که در تیم های ملی مختلف ما مهاجرین افغان در رشته‌های مختلف داشتیم. وضعیت چگونه است؟ چه تغییرات رو تانستین بیارین در وضعیت ورزشکاران مهاجر در ایران؟ آیا پیشرفت داشته یعنی باز دوباره عقب گرد بوده و مشکلات بیشتر شده برشان؟ تشکر برادر. مشکلات هست و از اونجا ما شروع میکنیم که در طول 30 سال که افغان ها به ایران پناهنده شدن بر اساس جنگ و ناامنی‌هایی که در کشور ما موجود بوده، در بخش های مختلف افغان ها دستاوردهای بسیار زیادی داشتن. نمونهش آقای رورای نکپاس، آقای نثار احمد بهاوی هست، از ایران آمده بودن در تیم های جودو ما، کاراته ما، فوتبال ما، در میادین مختلف تیم ملی فوتبال ما همه از مهاجرین افغان هستن. خوشبختانه افغان ها در اونجا به کار ننشستن، در رشته های مختلف فعالیت داشتن، دستاوردهای بسیار چشمگیری داشتن. در سال 91 مسئولین اداره ورزش افغانستان به ایران سفر داشتن، از نزدیک مشکلات بررسی کردن و تنها اداره‌ای بود از در دولت افغانستان که اومدن از نزدیک وضعیت مهاجرین رو در بخش ورزش بررسی کردن. ما از اونها تشکر میکنیم و خوشبختانه در طول 4 سالی که ما به عنوان مسئول ورزش مهاجرین به طور رسمی با ارگان‌های ایرانی و کشور داریم کار میکنیم، مشکلات اونها را بسیار کم کردیم و فاصله های موجود میان ادارات اتباع و مهاجرین خارجی و چگونه این مشکلات را کم کردن آقای هاشمی؟ خب آیا فقط با گفتگو یعنی روی عمل هم یا روی کاغذ و عمل هم شما کار کردید؟ هم بر اساس گفتگوی مشکلات حل کردیم. ما در طول مدت با 6 رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی و ادارات ورزش و تربیت بدنی، معاون وزیر ورزش ایران،
مقامات اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی و سفارت خودمون در تهران داشتیم که اونا را متقاعد ساختیم که افغان‌ها اینجا مشکلات بسیار زیادی دارن. ما مشکل اداری داریم با دولت ایران در بخش ورزش. خوشبختانه مشکل اداری را در امضای تفاهم‌نامه که 8 ماه پیش ما قول دادیم به ملت خود که ما برای 6 ماه دیگه شاهد امضای اولین تفاهم‌نامه ورزشی بین کشورهای ایران و افغانستان خواهیم بود، ما به قول خود وفا کردیم و بر اساس این تفاهم‌نامه مشکلات افغان‌ها در ایران کم خواهد شد و به صفر خواهد رسید و ما شاهد همکاری ایران در بخش مختلف ورزش در افغانستان خواهیم بود. ما در جنبه انبلی امسال 2 زمین را در شهر برازجان و یزد برای بچهای کرکت باز ما گرفتیم و ان شاء الله ما فردا ملاقات دارم با مسئولین اداره کرکت افغانستان که امکانات و کارشناسای خود روان کنن اونجا دورهای فنی را برگزار کنن. از ماه آینده شما شاهد خواهید بود که سالن‌های ورزشی در شهرهای فارس و بوشهر و قزوین و برخی از شهرهای دیگه برای تیم‌هایی که از این بخش معرفی میشن به صورت رایگان خواهد بود و فقط روزهای جمعه. و شما شاهد این خواهید بود که 8 ماه آینده افغان ها در ایران در بخش ورزش صاحب کارت هوشمند ورزشی میشن با همکاری بانک صادرات ایران و وزارت ورزش. و شما برنامه عملی بسیار زیادی دارید دیدید و خواهید دید و استقبال از تیم ملی فوتبال ما بود و در بخش های مختلف افغان ها اونجا دارن کار میکنن و ما عملا امسال سال گذشته 2 دفتر اداری در فدراسیون وشو افتتاح کردیم و فدراسیون ورزش های رزمی. امسال هم شما شاهد افتتاح دفترهای اداری بعد از 30 سال حضور مهاجرین افغان خواهید بود، فدراسیون کونگ فو، فدراسیون جودو، فدراسیون بوکس و واقعا این افتخار بسیار کلان است. در بخش بسکتبال ما ترینرهایی را آماده کردیم که به داخل افغانستان بیان و دورهای مربیگری و هدایت تیم ملی بسکتبال افغانستان به عهده بگیرند. در بخش های مختلف ما رزانه بسیار زیادی داشتیم. این دستاوردها و فعالیت ها برای اولین بار در حضور مهاجرین افغان در ایران بوده. در بخش بانوان بسیار کار شده است، همین تیم فوتسال و بانوان و فوتبالشان آبازی و فوتسال دارن فعالیت میکنن و با همکاری کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مقیم ایران ترنرهایی را برای اونها گرفتیم و هدایت تیم بانوان در بخش‌های مختلف به عهده دارن. جا داره ما تشکر کنم از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس و وزارت ورزش و جوانان ایران. بسیار خب، میم سر مسئله داخلی، داخل افغانستان چه کمک‌های به شما میکنن از لحاظ حمایت مالی، حمایت امکانات و همچنین دسترسی شما به اطلاعات و هماهنگی‌هایی که باید صورت بگیره از طریق ریاست تربیت بدنی افغانستان و کمیته ملی المپیک، اینا چیکار کردن برای شما؟ تشکر. ما همه برنامه و اهدافمون و دستاوردهامون و برنامه آینده‌مون و مشکلاتمون با ریاست تربیت بدنی، روابط خارجی اینها و کمیته المپیک هماهنگ می‌سازیم و با اونا در ارتباط هستیم و تنها مجموعه‌ای هستیم که به صورت رسمی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنیم و مجوز از وزارت خارجه ایران، وزارت کشور ایران و وزارت ورزش و کمیته المپیک ایران داریم. خوشبختانه افغان‌ها امروز صاحب یک مجموعه اداری شدن و ما در ملاقاتی که با رئیس هیئت تربیت بدنی داشتم و با رئیس کمیته المپیک و با بقیه رئیس ریاست تربیت همین کمیته ملی المپیک که تا 3 ماه دیگه میگن ما فرصت داریم به بازی ریو ورزشکارای خود آمده بودیم. آقای اکبر یا آقای اکبر با اونا فرصت نشدن هنوز ببینیم. رئیس هیئت تربیت بدنی خوش خبری دادن، خبر خوشی است. ما به همه افغان ها کمی لازم ما رو ببینن. شما شاهد ایجاد آتش‌های ورزشی در 2 سال آینده در کشور پاکستان و ایران خواهید بود. یک کار بسیار نیک و کار بسیار بزرگ است. ما چیزی که می‌خواستیم رئیس هیئت تربیت بدنی به ما وعده داد و رئیس المپیک هم قول داد که این کارها عملی بشه و ما خوشحال هستم از رئیس تربیت بدنی افغانستان، رئیس‌های فدراسیون‌ها و مجموعه ریاست تربیت بدنی و ریاست‌های المپیک و تشکر و قدردانی می‌کنم. ما 15 سال جنگیدیم و مبارزه کردیم با مقامات داخلی و خارجی و ایرانی که ما مشکل اداری با ایران داریم و خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ای را که ما قول دادیم ایجاد کردیم و آماده کردیم در سفری که دکتر صاحب عبدالله داشتن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آقای حکمت خلیل کرزی آمدن امضا کردن. واقعا ما تشکر می‌کنم از وزارت خارجه، از ریاست اجرای حکومت وحدت ملی که مشکلات ما را در اونجا به صفر رساندن. چرا زودتر از اینا اتفاق نیفتاد؟ بیشتر از 30 سال است که مهاجرین افغان اونجا حضور دارن و ورزشکارای خیلی زیاد داشتیم که اونجا در حتی تیم‌های ملی در ردای ملی برای ایران بازی کردن و حالا یا رسیدن یا نرسیدن به خاطر مسئله مهاجرتشان. چرا زودتر از اینا اتفاق نیفتاد و این تفاهم‌نامه چرا زودتر از اینا امضا نشد که وضعیت ورزشکاران مهاجر زودتر از اینا بهتر میشد تا اینکه ما شاید افتخار آفرینی بیشتر می بودیم از اونا؟ تشکر. به شما بگم، به صراحت موضوع رو میگم که در طول 30 سال گذشته و 15 سال گذشته هیچ کس پیگیر مشکل ورزش مهاجری نبود است، ولی ما خوشبختانه افتخار میکنم و افتخاری را دارم که به عنوان یک جوان، به عنوان
یک افغان به عنوان یک مهاجر و پناهنده در ایران موضوع ورزش مهاجرین پیگیری کردم با همکاری دوستان و مجموعه و همکارانم که امروز در شهرهای مختلف همکار ما هستن و آدمای روشنفکری هم هستن و سفارت ما در تهران و ریاست اجرایی و حکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور که ملاقات داشتم و دولت آقای کرزی و از زمانی که آقای انور جگدلک رئیس کمیته المپیک بود ما این موضوع رو پیگیری کردیم تا خلاصه ما امروز رسیدیم در سال 94 شاهد امضای تفاهم‌نامه شدیم دیدیم که ما چقدر رنج کشیدیم مشکلات کشیدیم و همه مصارف و هزینه‌ها رو به دوش خریدیم که یک روز خدمتی کرده باشیم به مهاجرین افغان و ریاست تربیت بدنی خود ما کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و سفارت ایران در کابل و بقیه مقامات توجیه کنیم که ما مشکل اداری داریم و این موضوع رو ما پیگیری کردیم و افتخار می‌کنم به عنوان افغان که تفاهم‌نامه امروز ایجاد شد و شما شاهد سفر ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک تا چند روز دیگه به ایران خواهید بود برای ایجاد بندهای اجرایی تفاهم‌نامه. در این بندهای اجرایی به همه موضوعات مشکل ورزش مهاجرین اشاره شده. یک موضوع رو که بندهای اجرایی رو خودم با همکاری بچهای دوستامون همکارامون در ریاست تربیت بدنی ایجاد کردیم مسئله رفت آمد ورزشکاران افغان به داخل کشور است. شما میدانید که افغانهایی که در ایران هستن نمیتونن به داخل افغانستان بیان. اگه بیان مدارک اقامتی اینا باطل میشه. ما در حال رایزنی هستیم و مقامات پلیس مهاجرت ایران و وزارت کشور ایران که مشکلی حل بشه و یک مکانیزم درست بشه که این مشکل برطرف بشه. پس یعنی ما میتونیم در سال آینده شاهد عبور و مرور و رفت آمدهای قانونی و بدون مشکل ورزشکاران مهاجر افغان خاک کشورشون باشیم. تشکر. شما حتما و عملا من اینو قول میدم از طریق تریبون آریانا نیوز به همه هموطنانم به نمایندگی از ریاست تربیت بدنی و اداره ورزش افغانستان که شما سال آینده و بعد از ایجاد بندهای اجرایی تفاهم‌نامه اجرایی که در دو فصل 27 ماده تدوین شده آماده است ما داریم سر و کار میکنیم با ریاست فنی کمیته تربیت بدنی افغانستان و شما شاهد خواهید بود که مشکلات ورزش مهاجرین حداقل 70% کم بشه و سال دیگه شاهد ورود کارشناسان ایران به داخل افغانستان خواهید بود و برگزاری مسابقات مشترک و حمایت از کاندیدای هر دو کشور در سمت‌های بالای اجرایی در نهادهای ورزشی بین‌المللی. بسیار خوب. و موضوع اخیر است که ایرانی ها تا چه اندازه همکاری کردن با شما؟ آیا این دسترنج فعالیت های خودتان و ریاست تربیت بدنی و دولت افغانستان بود یا نه واقعا ایرانی ها هم قدم پیش ماندن و به شما کمک کردن به عنوان کشور ثانی به عنوان یک حمایت کننده و یک که کشور باشه که امکانات رو واقعا به شکل واقعیش به دست ورزشکاران افغان قرار بده؟ تشکر میکنم. من جا داره که راجع به سوال شما جواب مستقیم بدم. واقعا اونا با ما همکاری کردن. تشکر میکنم از وزارت ورزش اداره کل ورزش و جوانان استانهای فارس، یزد، کرمان، بوشهر، قزوین، البرز، تهران و اونا با ما همکار هستن. ما فاصله ها رو بسیار کم ساختیم و ذهنیت ها رو آماده کردیم به خاطر دگرگونی وضعیت ورزش مهاجرین و دگرگونی ورزش کشور از طریق تجارب کشور دوست و برادر ایران و واقعا اونا با ما همکار هستن. امسال شما شاهد برگزاری اولین سمینار پیرامون ورزش مهاجرین خواهی بود برای 8 ماه دیگه. شما امسال شاهد این خواهی بود که افغان ها در ایران صاحب کارت هوشمند ورزشی خواهند شد. شما شاهد این خواهی بود که ما افغان ها در 11 ولایت ایران دفتر اداری مستقیم زیر نظر ادارات کل اتباع مهاجرین خارجی برگزار میکنم. جا داره ما تشکر بکنم از وزارت ورزش ایران، ریاست تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک کشور خودمون، فدراسیون های جوشو، ورزش های رزمی، بوکس و بسکتبالرانی و فوتبال ایران و تشکر خاص دارم از همکاران و بزرگان کمیته هماهنگی و سازماندهی ورزش مهاجرین که واقعا زحمت کشیدن و بدون هیچ چشم داشتی دارن کار میکنن و ان شاءالله که اجرشون با خدا باشه و ما در خدمت اونها هستم. بسیار خوب. سوال آخر، مسئله بعضی سازمان های ورزشی هم اکنون در ایران فعالیت دارن به عنوان سازمان ورزش مهاجرین یا به این نام ها مختلف. بله اینا چگونه است؟ آیا شما با اینا ارتباط دارین؟ یعنی اینا به صورت کاملا مستقل دارن کار میکنن؟ شما رابطتون با اینا چی میکنین؟ تشکر. این مسئله بسیار مهمی است که شما اشاره کردید. تشکر میکنم. ما متاسفانه فراموش کردم که موضوع مطرح کنم. در طول 30 سال گذشته افغان ها در ایران که در کنار فعالیت های کاری خودشان فعالیت ورزشی داشتن یک تعداد افراد به نام های مختلف به نام این و آن مجموعه را تشکیل دادن. بعضیشون همشونه بعضیشون به روابط ورزشی دو کشور لطمه زدن، کمربندهای ورزشی را فروختن، حکم قهرمانی فروختن، تقدیرنامه‌ای به نمایندگی از ریاست تربیت بدنی کمیته المپیک چاپ کردن، در اختیار مردم قرار دادن، دورهای فنی و مربیگری رو برگزار کردن، جلی برای پر کردن جیبشان و بعضی از این مجموعه هستن که بسیار دارن خوب کار میکنن و کارشان بسیار رادی است، ولی هیچ کدوم از مجموعه های ورزشی مهاجرین به نام‌های مختلفی که دارن کار میکنن و شما اومدین در ایران دیدین هیچ مجوز رسمی از دولت افغانستان، سفارت افغانستان، وزارت ورزش ایران، وزارت کشور ایران ندارن. ما در
تلاش هستیم با وزارت ورزش ایران و در هماهنگی با سفارت افغانستان و ریاست تربیت بدنی که سال 95 اینا رو قانونمند بسازیم و اینا رو در یک چارچوب منظم قرار بدیم و از همه اونام تشکر میکنیم که واقعا کارهای خوبی را انجام دادن، ولی اونایی که کارهای بدی را انجام دادن امسال با هماهنگی وزارت ورزش ان شاءالله مشکلاتشون رو برطرف کنیم. بسیار تشکر آقای هاشمی، نماینده رسمی ریاست تربیت بدنی و المپیک افغانستان در ایران، که بر صورت از فعالیت‌های اخیر خودشان در خصوص پیشبرد وضعیت ورزش مهاجرین در ایران با ما بحث و گفتگو کردن. سپاس فراوان از یادگیری شما ایزان تا ایندن با برنامه ورزش. تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. خدا حافظتان باشد.